دوستای عزیز، در حال چهره دیگری هستند که در این برنامه حاضرن. مطالب جالبی ایشون این هفته دارن. به ویژه دیدم یه عکس جالبی هم فرستادن از رضا شاه کبیر که در این برنامه ما پخشش بکنیم. امیدوارم که چهره ایشون رو بذاریم روی صفحه. درود بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز، امیدوارم که خوش و خرم باشین، زندگی و وفق مراد و مطالب جالبی که برای ما منتشر خواهید کرد. درود بر شما، روز شب خوش آقای ژرفشاهی عزیز. دیگه وقتی فکر نمی کنم مونده باشه، ولی سریع خدمتتون عرض کنم که در فرانسه البتون پرسیدی که کردید آقای قرقوزلو پاسخ ندادن و اگه وقت شد آخرش من توضیح میدم بهتون. ولی آقای ژرفشاهی توی فرانسه 1500 نفر از نماینده های مجلس، نماینده های انجمن شهر، یعنی کسایی که مردم به اینا رأی دادن رو کتک زدن، رفتن اینا رو در خونهشون، در شهرداریشون، در پارلمان، در انجمن شهر اینا رو کتک زدن 1500 نفر. برای همینی که الان جنجال را افتاده که برای اینا محافظ بذاری، اینا رفتن اینا رو کتک زدن، گفتن آقا ما به تو رأی دادیم، تو چرا میخوای به اینجا مثلا به این قضیه تو رأی بدی؟ نباید رأی بدی، مخالف شیم ما. بعد پس فردا روز پنجشنبه تقریبا تمام مدارس بخش عظیمیش 70% تعطیل، که اینا برن تظاهرات کنن، اعتراض کنن به این محدودیت هایی که در رابطه با همین بیماری و اینا مطرح هست. من اینو گفتم در ابتدا که یادآوری کنم، ببینید این حرفایی که ما میزنیم که سرگرمیه 43 ساله هیچ فرقی نکرده. این حرفایی که سیاوش اوستا الان میخواد بگه، اینا رو باید به مردم بگیم. همه ما هممون سر کاریم اگر از این حرفا نزنیم. که من میخوام بگم الان بهتون، آقا مردم ما 12 سال پیش رفتن ریختن تو خیابون میلیونی ریختن توی خیابون، برنامه قطعی بود که رژیم بیفته، قاطع بود برنامه رژیم بیفته. یهو این موسوی رو گذاشتن رهبر انقلاب، سادات تازی، یعنی میخوام بگم این سادات تازی رو باید بشناسیم. اینا حزبن، گروهن، دستن، متحدن، هم پیمانن. یعنی اگه سید علی خامنه یه وریه، سید محمد خاتمی یه وریه، سید میر حسین موسوی، تاجزاده اینا یه ورن، اینا همشون در اصل هم متحدن، این بازی ها رو میکنن مثل این بازی جهانی که کردن 43 سال موندن. علی خامنه از روزی که سفارت امریکا رو اینا گرفتن رفت توی سفارت آمریکا با گروگانا صحبت کرد، این دست رو دادم و دستی که با روسیه هم داده بود. اینا همشون مزدورن، برای اونا کار میکنن. حالا اونجا به ما خیانت شد و به مردم ایران خیانت شد، مردم میلیونی اومدن توی خیابون، یارو عقب کشید. حالا یارو که عقب کشیده رفته، تو همین الان قهرمان ملی است. قهرمان ملی است کجا؟ قهرمانان ملی ما را چرابشایی همه فراموش کردن. قهرمانان ملی ما اوناست که رفتن روی مین. یارو که رفته روی مین، جا آزادی ایران و دست پرورده های محمد رضا شاه همه اونا بودن. خلبان گرفته بمباران کرده، بعد گرفتن یه تیکه کاره کردن، به دو تا جیب بستینا تیکه کردن. قواس های ما رو که ریختن تو دریا، یه دل تیر زدن، قواس های ما رو که زنده بگور کردن. اینا اصلا فراموش شده. چرا اینا فراموش شده؟ اینه که میخوام بگم، خوب گوش کنید. چون صدام حسین تازی است، سادات تازی است، اسم برادرش حسین عبدالمجید فامیلشه، اسم پدرش اون اینا، یکی دیگه داره علیه، یعنی شیعه است. علی خامنه‌ای رهبر شیعیان مملکت ما که داغون میشه. آقای ژرفشاهی توی عراق چند تا آدم اعدام شدن فقط، همه اینای دیگه ریش و هوا و عمامه، الان حزب بعث تماما در خدمت علی خامنه‌ای است، اما به نام روحانیت و حزب فلان عراق، حزب فلان عراق. برای همین ایران ما فاحش خونه شده، برای همین ایران ما مردممون گدا شدن. اینا رو باید به مردم بگیم رو هوشیار باشن. مردم الان هوشیارن. آقای ژرفشاهی، آقای ژرفشاهی خودشون نوشتن، روزنامه آفتاب قم نوشته، روزنامه دیگه نوشتن که در هر ماه
هزاران آخوند از لباس روحانیت در ایران میاد بیرون. اینا فیلماش هم هست. اینا رو به مردم بگین. دارن فرار میکنن. مردم ما داره کتک میزنه اینا رو توی خیابون. آخوندا رو کتک میزنن آقای شرف‌شاهی. اینا رو باید به مردم بگیم. من بهتون اول عرض کردم در فرانسه مهد آزادی 1500 تا رو توی چند ماه اخیر زدن اشکالی نداره. آقای شرف‌شاهی یه کسی که کار بد میکنه فحش دادن، همین که حالا پرسیدین از آقای قرقوزی، من به شما میگم چون من کسی چیزی ندارم. آقای رئیس جمهور فرانسه اومده به مردم گفت اونه که واکسن نزنن جوه ریزان مغده، آن مغده مرد اونه که فرانسه نگه مغده یعنی گو. بعد همین دیروزم اومد قاطع دفاع کرد، گفت من حرفی که زدم رو پاش حرف دارم هستم. اونایی که مملکت رو میخوان به هم بریزن، اختشاش بکنن، بر خطر جانی برای دیگران بیافرینن، چه حالا من میخوام اینو به شما بگم آقای شرف‌شاهی، مردم ما شروع کردن آخوند رو انگلیس ساخته، این که شما میفرمایید عربستان سعودی هتل ساخته. آقای شرف‌شاهی عربستان سعودی تا الان گوش کن، من خبر دارم اینا رو، مردم گوش کنید، از الان از زمان محمد رضا شاه تا الان یکی از اصلی ترین پرداخت کنندگان وجوهات به تمامی روحانیت ایرانه، نه تنها ایران، عربستان سعودی به عنوان نگهبان مکه و مدینه و جهان اسلام به تمام روحانیون چه شیعه چه سنی چه پول میده. ایران که میبینید اینجور بدبخ شده چون آخوندا همه آیت الله چندین میلیارد خود ایران میده، از اون طرف عربستان سعودی میلیارد پول میده از طریق اوقاف. از زمان علی شریعتی کافی، من اسنادش رو منتشر کردم 30-40 سال پیش، حسینی ارشاد رو تو ایران عربستان ساخت، مهدیه کافی رو عربستان ساخت، اینا رو من در جریانم، آقای پرویز ثابتی یه روز میاد اینا رو میگه. حالا این دو دقیقه است، همین فیلم رو ببینیم تا من باز ازش نتیجه گیری بکنم. آقای شرف‌شاهی عزیز، جناب شهرتی، همین دو دقیقه است، ببینین اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه، مردم ما امروز بی خود نیست که میگن رضا شاه روحت شاد، اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه ببین کی، رضا شاهه. بعد کسی که میگه روحانیون فوش، عیب نداری فوش نیست، میگه روحانیون از دم خرن، کی میگه اینو؟ خسرو به آواز ایران شجریان، گوش میکنیم. آخی تو این مرد که نده بود، من خدمتگزار حرم شریفم، من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن، من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم. راستی که پدر سوده شجریان هم پس یقش بگیرین. شجریان میگه همه آخوندا خرن، از دم میگه روحانیت جمیعا خرن. نه گوش کن، دوبارم گوش کن. شجر و این ملت ایران. آقای شرف‌شاهی شما دیدم تو روزنامه بسیار منتشر کردین، مردم هر